أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران و خواهران عزیزی که ما را مشاهده می کنید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک ساعت را که فرصت دارین به صورت بسیار خلاصه می خواهیم که راجع به یکی از مسائل عبادی که بر ما و شما لازم است که عبارت از مسئله روزه یا صوم است خلاصتاً از نظر فقه اسلامی یعنی مذهب خود امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه تا جایی که بتوانیم خدمت شما خلاصتاً به عرض برسانیم اولاً همه ما و شما می‌دانیم که خداوند بزرگ در قرآن عظیم شان در خود سوره و زاریات می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی ما انس و جن را خلق کردیم برای عبادت وقتی که مسئله عبادت به معنا به چی می آید عبادت عبارت از چیست چند قسم عبادت دارین یک عبادت هایی که مخصوص به خود شخص است و بعضی عبادت هایش که مخصوص در اجتماع است اما خود فقها و اینها را تصنیف بندی کردن قسمتی که مربوط به شخص می باشد آنها را به نام عبادات به نام عبادات نام نهادن و قسمتی که مربوط به اجتماع و مسائل اجتماعی و غیر شخص هم ارتباط میگیرد او را به نام معاملات نام نهادن به طور مثال عبادات بزرگ شخصی که ما شما داریم اولین عبادت که به همه ما شما معلوم است که عبارت از عقیده است باید عقیده سالم و توحیدی داشته باشه چرا هیچ عمل بدون عقیده سالم مورد قبول خداوند نیست یعنی قابل اجر و پاداش نمی باشد اما خود عبادت هایی که مربوط به بدن ما و شماست دو قسم عبادت داریم یکی عبادات بدنی است که به خود شخص ما و شما تعلق دارد در بدن ما و شما یعنی باید به حرکات خود جسم خود ما را انجام بدیم یا بعضی زحمت‌ها را در جسم خود ما متحمل شویم و بعضی عبادت‌هایش که مربوط به جسم ما و شما نیست مربوط به مال و ثروت ما و شماست از این واسطه است که میگن عبادت‌های بدنی داریم و عبادت مالی داریم عبادت بدنی عبارت چیست؟ خود خواندن نماز است چون میخیزیم وضو میگیرین استاد میشین قیام و قرائت و رکوع و سجود انجام میتین این مربوط به خود عبادت بدنی یا مربوط به جسم خود شما میشه اما عبادت هایی که مربوط به بدن نیست عبادت های مالی است مثلا زکات از جمله عبادت هاست از جمله واجبات دین است یا از جمله فرایض دین است او مربوط به مال شما میشه یا بعضی صدقاتی که شما میتین غیر از اینکه برای شما واجب باشد یا نذر باشد یا نفل باشد یا سنت باشد صدقات مالی را که انجام میدن او عبارت از عبادات مالی است اما در بالای از این ما یک عبادت هم دارین که هم مربوط مالی و هم مربوط بدنی شده میتونه او عبارت از چیز حج است وقتی که شما به حج میرین یکی از شرایط حج چیز که شما قدرت و استطاعت مالی داشته باشین که در حج تا حج برین و حج خود ادا کنین شرطش همین است اما پیسه که در او را مصرف میکنید او یک عبادت بسیار بزرگ مالی است در پهلوی از خودتان هم زحمت میبینید میریم شرایط عبادات که مربوط هستین که مربوط به ایست که شما به حج انجام بدیم فرضا و واجبات و سنت و روزهایی که میرین در عرفه و در خود منا و احرام بسته میکنید او مربوط بدن شما مثل جسمی میشه در حقیقت خود حج یک عبادت یا فرضیت مخلوطی از جسمی بدینی می باشد البته من ایره به صورت خلاصه خدمت شما وقت شما را نمی گیرم می خواستم که راجع به عبادات صحبت کنم و در پهلوی از عبادات دیگه که معاملات از داریم به طور مثال نکاح
خودش یک عبادت است. خداوند بزرگ ما شما را در قرآن فرموده که فن که ما تاولکم نکاح کردن برای از یک برای ادامه نسل بشریت است، برای ادامه تربیه اولاد است، برای ادامه سعادت بشر است. این خودش یک عبادت است. مسائل مالی که دارین، میرین کار میکنین و تجارت دارین، این کلش یک عبادت است. برای از یک شما تجارت بکنین که بریم روزی حلال پیدا کنیم یا نفقه کنیم سر خانواده خود، آن هم یک عبادت بسیار بزرگ است. و همه کارهای اجتماعی که میکنیم، به کسی کمک میکنیم، این هم عبادت است. این از جمله فقه معاملات گفته میشه. ما به صورت خلاصه امروز سر فقه صیام یا صوم یا روزه صحبت میکنیم. همه شما میدانید که در خود ماه رمضان مبارک یک شرایط بیایی که خود خصائص و یا فضیلت های خاص داره نسبت به ماهای دیگه. چرا؟ از خاطر که در این ما رکن بسیار بزرگ اسلام که عبارت از فرضیت روزه را به جا میارین یک، و دوم از این که عبادت هایی که در این ماه میکنین بسیار با ارزش است و عبادت های زیادی هم است نسبت به دیگه اوقات. به طور مثال شما نماز تراویح میخوانیم، قرآن میخوانیم، تلاوت میکنین، کارهای خیریه انجام میدین و حتی میبینین کسایی که در صدقات و در تادیه زکات و اینا در این ماه زیادتر اینها کوشش میکنن، از خاطر از اینکه ثوابش زیادتر است و نظر به احادیث و نظر به روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روایت شده میبینید که همه ما میخوایم تفصیلش وقت نداریم بگوییم. و او واسه است که فرضیت خود فضائل ماه مبارک رمضان بسیار زیاد میباشه. ما به صورت خلاصه چند موضوع در ماه مبارک رمضان خدمت شما میگیم. اول ای که تعریف میکنه روزه را، همه شما میدانید که عبارت چی است. روزه عبارت از نگاه داشتن یک انسان از خوردن و نوشیدن و روابط جنسی از صبح تا شام، وقتی که تعیین شده که عبارت از صبح صادق تا زمانی که اذان شام است که به نام شب گفته میشه. و دیگه باید بفهمیم که انواع روزه، چند قسم روزه ما داریم، راجع به او صحبت میکنیم. دیگه شرطی که روزه چی شرایط داره او رو هم خلاصه میگیم. و دیگه و بعضی چیزایی که باعث افساد یا فساد شدن روزه، شکستن روزه میشه، او هم سر از او صحبت خلاصه میداشته باشیم. و قضا و کفاره که شما شنیدیم در باره روزه و فدیه و این چیزها رو برای شما انشالله تا جایی که بتانیم خدمت شما به عرض میرسانیم. اول اگه شما ببینین که ماه رمضان چی وقت فرض شد؟ ماه رمضان یا خود رمضان در سال دوم هجری، زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره تشریف آوردن، بعد از 16 ماه به فرض شد. در تا او وقت فرض نبود. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در خود مکه مکرمه تشریف داشتن، یگانه چیزی که در وقت فرض شد با ما و شما عبارت از نماز بود که در سال دهم هجری، در دهم هجری بخشیم در سال دهم بعثت. اینجا دو تاریخ داریم، یکی میگیم بعثت، یکی میگیم هجری. بعثت 13 سال اولی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه تشریف داشتن، او را به نام بعثت میگن. بعد از اینکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه تشریف می آورند که مدت 10 سال در اونجا حیات می داشته باشند، او وقت او را به نام سالای یعنی ایام هجرت می گن. خود روزه در مدینه منوره فرض شد که بعداً بعد از روزه باز زکات فرض میشه. البته و وقتی که میگیم مسئله روزه، روزه پیشترم گفتن که عبارت از یعنی نگاهداری خود از خود خوردن و نوشیدن و مسائل خود جنسی از صبح تا به شام، چیزی را که شریعت برای شما تعیین کرده و پیامبر با شما رسانده است. اما زمانی که میگیم روزه فرض است، هر چیزی که فرض است دلیل فرضیتش چی میباشه؟ یا ای که کتاب الله است، به صورت واضح در کتاب خداوند آمده که یه چیز باید انجام بدیم و فرضیت با ما و شما ثابت میشه، و یا ای که بر روایات مستند متواتر و مشهوری که از پیامبر نقل شده امر کرده یا عمل انجام داده، او هم فرض است. اما فرض چی چیز است؟ زمانی که میگم فرض است، اگر کسی خدای نخواسته از فرض انکار میکنه،
از دایره اسلام خارج میشه. یعنی انکار فرض کفر است. اما اگر فرض کنیم کسی خدای نخواسته، البته شاید بعضی بنده ها هستند که فرض اینا رو قبول دارن، اما روزه رو میگن قبول دارم فرضیتشه، اما انجام نمیتن، ای به اصطلاح ای فاسق گفته میشه، اما از دایره اسلام خارج نمیشه. چرا بیشتر هم خدمت شما گفتیم که مسئله معیار در عبادت عبارت از خود اعتقاد است، عقیده مهم است. وقتی که عقیده خراب شد، البته بیازو چی میشه، خدای نخواسته. و مثلا این فرض گفتیم، و فرض خود نتیجه فرض چیست؟ نتیجه فرض چیست که وقتی که شما او را انجام بدین، خداوند برای شما یک ثواب و جزای در آخرت تعیین کرده و او را میته. اگر انجام نمیتین، به ترک از او خداوند براتون گفته که بعد ما شما را عذاب میکنم، که البته آیت های عذاب در آیت در قرآن زیاد داریم، همونقدر که آیت های رحمت و دیگه دارین در جنت، همونقدر آیت های عذاب داده. برای از اینکه خداوند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه بشیرن و نذیرا، پیغمبر میگه تو هم بشارت بده به کسایی کار خوب میکنن، و نذیرن یعنی بترسان یا متوجه بساز مردمایی که به اصطلاح عمل درست انجام نمیدادن. هر دو چیز هست در اینجا. و بعد از فرض، چیزی که ما داریم عبارت از واجب است از نظر تصنیف یا کلاسیفیکشن فقه، یعنی فی واجب عبارت از تقریبا نزدیک به فرض است، اما یک چی داره که در ترک و در خود انکار واجب، چون یک دلیلای ذهنی و گمانی داره، از او واسطه است که انکار واجب بسیاری وقتا چی نمیشه، باعث از این نمیشه که شما از دایره اسلام خارج شید. سنت عبارت از چی؟ سنت عبارت از عمل پیغمبر است صلی الله علیه و سلم که انجام داده، یا قولش یا فعلش که انجام داده، اما او را به امر نکرده برای ما و شما که حتما این کار بکنیم اگر نیک فرض میشد. و در مسئله سنت شما ثواب میبرین، در ترک از او به اصطلاح عذاب نیست، عطا است. عطا به معنا که در روز قیامت ما همه ما و شما خداوند نصیب، البته انشاءالله خداوند نصیب بکنه و میکنه، به ملاقات پیامبر میریم. وقتی که پیامبر رو ملاقات میکنیم چی از او توقع داریم؟ توقع از پیامبر از ملاقات شفاعت است، یعنی یک وسیله شوه که به خداوند که گناه های ما و شما رو خداوند به سر ما و شما آسان بگیره یا عفو گناه شوه. اما شما اگر عمل یک نفر صحیح انجام ندین، او شخص چه قسم بروی شما میبینه؟ به یه واسطه است که خود در خود ترک سنت عتاب است. خدای نخواست پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روی خود از شما نگردانه که تو به ما چی کار کردی که بیایم که از تو شفاعت کن. از این واسطه است که ما سنت ها رو بسیار باید، همون قسمی که فرض اینا مجبور هستیم که انجام بدیم، باید که مراعات سنت ها رو تا جایی که میتوانیم باید انجام بدیم. بعضی کارهای دیگه است که اما کارهای خیری هم میکنین که بنام مستحب است، مستحب پایانتر از سنت است. چیزایی بوده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک بار وقت کرده، میایی که صحابه بزرگوار کردن برای از این که ثواب زیادتر باشه، روایتی دیدن از پیغمبر که هم از البته چیا داره، او را مستحب میکن. و بعضی چیزا نفل است، کارهای زیادی که میکنین بشتر شما لازم نیست که بکنین، اما میخواییم یک ثواب زیادتر بگیرین. مثل از اینکه میریم شما نماز میخوانیم، نماز فرض میخوانیم، سنت میخوانیم، میخیزیم یک چند رکعت نفلم میخوانیم، در حقیقت یک پله ترازوی اعمال خود رو شما گرانتر میکنیم، یعنی ذخیره حسنات شما زیادتر میشه به نفلا و اینا. نه تنها در عبادات، در تمام کارا. به طور مثال سر شما زکات فرض شد، اما در پلوی زکات صدقات دیگه میدیم، یک غریب و دیگه رو کمک میکنیم بدون از یک سرتان فرض باشه. این در حقیقت نفر شما به حسنات خود زیاد میسازیم. به این حساب خب سر مسئله فرض و سنت و مستحب و اینا، بعضی کاراست مباحث. مباحث به این معنا که اگر شما این کار رو بکنیم و نیا نکنیم هیچ فرق نمی کنه، نو پرابلما. خب برای اینکه وقتی ما زایی نشه، ولی میاییم به انواع اقسام روزه. روزه چند رقم داره؟ طوری که ما زیادتر کوشش کردیم که از کتابای کلاسیک و زمنان از کتاب های نوی که در فقه حنیفی تألیف شده ما از استفاده کنیم،
در یک کتاب است که از البته برادران و خواهران عزیز اگه کتاب همراه خود داشته باشن بسیار هم ساده است و آسان بسیاری مشکلات شما را حل میکنه در عبادات به نام براقی الفلا و نور الایضاح میگن. این کتاب نور الایضاح کتاب بسیار خوب است در فقه حنفی بسیار آسان هم است البته عربی است و الحمدلله کال ترجمه انگلیسی و فارسی هم شده شما میتونین که از همی خود فکر میکنم که یک وقت به استاد فریدون جان گفته بودم که اگر تهیه کنن به مردم خود چی باشه در خود رومی بوکستور باشه هم فارسیش هم انگلیسیش به نام نورالایضاح اگه کتابش خود داشته باشیم نماز، روزه، حج، زکات اینقدر مسائل بسیار روان و ساده برش میکنه به شما مشکلی نخواهد داشتیم که از یک نفر دیگه پرسان کنیم که چطور است من توصیه میکنم این کتاب داشته باشیم ما کوشش کردیم که از این کتاب ساده براتون چیکار در اونجا میگه که شش رقم ما روزه داریم یکی روزه فرض است روزه رمضان به ما و شما فرض است که باید انجام بدیم دیگه روزه ای که قرضی رمضان میگیریم اون فرض است دیگه روزه واجب داریم واجب روزه است که نظر میکنیم یک نفر میگه که اگه کار ما انجام شد خدایا من یک دو سه روز روزه میگیرم این به اصطلاح واجب است نزدیک به فرض است باید انجام بده و دیگه روزه سنت است و دیگه روزهای نفل است و روزهای مکروه است و روزهای سنت مثلا شما بسیار وقتا وقت عاشورا شده کسایی که روز عاشورا دهم محرم نهم محرم را یک جای روزه میگیرن این روزه سنت است و روزه های مستحب هم داریم که نفل گفته میشه مثلا هر از هر ماه ما سه روز روزه میگیریم که رومان ایام البیض میگن 13، 12، 13 و 14 ماه که به نام تا ماه شب 14 میشه به این روزه رو روزه میگیریم این رو به نام چی میشه روزه های مستحب است بعضی عادت دارن میگیرن کار خوب است یا روزه هایی که روز دوشنبه و پنجشنبه میگیرین این هم از جمله روزه های مستحب و روزهای نفل گفته میشه گرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زیادتر اوقات در دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن و حتی یک زمانی از اونا پرسان شد که یا رسول الله خودت روزهای دوشنبه روزه میگیری این چلتش چیست گفتی ده همین روز خداوند بزرگ من تولد شدم من شکرگزاری همین روزه میکنم این رقم شکرگزاری این را میگم برده به اصطلاح ما و شما شکرگزاری روز تولد و به این حساب پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم جواب دادن که ما به همین واسطه روزه این البته حدیث است که در صحیح مسلم وارد شده و دیگه روزه هاییست که مکروه است روزه های مکروه به طور مثال روز شنبه تنها روزه گرفتن مکروه است خب البته یک چی داره یک علت داره که چرا یعنی بهتر است که بوی روز تنهایی ما روزه نگیریم یا روزه مکروه که میگن اگه تنها روز عاشورا رو میگیریم این مکروه میشه بهتر است که روز نهم و دهم یک جای کنیم همراه هم دیگر و روزه های مکروه نزدیک به حرام است در خود یک سال ما و شما در حدود پنج روز روزه است در یک سال که ما او را باید که روزه نگیریم و حرام مکروه تحریمی است بی وارد کدام روزه است روزی اول عید فطر است عید روزه دو روز شما روزه گرفته نمیتونید دیگر روز اول عید اضحاست که روز عید قربان است و سه روز هم بعد از روز اضحا که به نام ایام تشریق یاد می شود کسانی که ده هشت تشریف بردن البته من می فهم که همه شما الحمدلله بی بیاجی و به اصطلاح حاج آقا هستیم و اونا هم می دانن ایام تشریق و این پنج روز روزایی است که مکروه تحریمی است و حتی بعضی میگن که بخی حرام است مکروه تحریمی به این معنا که نزدیک به حرام ما دو رقم مکروه داریم یک مکروه تحریمی است یک مکروه تنزیهی است اگر شما یک خط افقی رسم کنین به طور مثال این طرفش به اصطلاح حرام باشه و این طرف حلال باشه وقتی که شما مکروه تنزیهی میگیم یعنی نزدیک به حلال است به این حس قرار میگیره و وقتی که میگیم مکروه تحریمی نزدیک به حرام است این فرقش به این رقم است خب به هر صورت یکی از بزرگای اسلام که البته شما بیاناتشان زیاد شنیده باشین خصوصا استاد فریدون جان مجددی که اینجا تشریف دارن که تخصصشان بیشتر است به گپا و زیاد مزونام شنیدیم از خود امام محمد غزالی رو شما شاید کتابایش هم خوانده باشین
یک کتاب داره به نام احیاء علوم الدین، در اینجا بسیار خوب یک توصیفی کرده در خود از نظر عقیدتی و از نظر نیت در روزه. میگه سه رقم روزه داریم. یک صوم العموم، یعنی روزه‌ای که مردم عوام الناس میگیرن، مردم عوام. و صوم الخصوص، روزه‌ای که مردم خاص‌تر میگیرن. و صوم خصوص الخواص، خواصای بسیار بیشتر. اما چی میگه؟ میگه صوم العموم کسایی که روزه عامه میگیرن، مثلا ما از جولو گفته میشن به اصطلاح، اما تو که طوری که میبینیم در اعمال خود، میگه فهو کف البطن و الفرجن قضا شود. فقط اینو به همین فکر میکنن که انمی خوردن و نوشیدن و جلوگیری از مسائل جنسی انمی روزه است. این عمومیت داره. اما صوم خصوص چیست؟ صوم خصوص بر علاوه که از این سه چیز فکر میکنن که باید ما جلوگیری کنیم، میگه کف و سمع و البصر و اللسان و الید و الرجل و سائر الجوارح عن الآثام. جلوگیری از چیست؟ جلوگیری از گوش و چشم و لسان و بسر زبان و دست و پا و اینا، که ما این به طرف کارهای بد نریم. یعنی بر علاوه از چیز نمیکنیم، این بیتن روزه است واقعا نمیتونه است. مثلا ما شما میگیم وقتی که روزه میگیریم، گرچه غیبت حرام است، میگیم غیبت نکنیم. در صوم خصوص الخصوص چیست؟ که بر علاوه از اینکه اینا را مراعات میکنن، او اشخاصهای خداست، اولیاء الله است. میگه که اونا چی؟ میگه قلب عن الهمم دینیتی و الافکار دینیویتی و کفه عما سوى الله تعالی. همیشه قلب از او، فکر از او طرف خداوند است، از مسائل دنیاوی خود دور کرده و از مسائل افکار دنیا و دنیا هم میگه بوریده و هیچ فکر دنیا رو نداره، فقط قلبش با خداست. اینه به نام صوم صالحین است و صوم انبیا و صدیقین و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و غیره. خب البته اگر باز هم سر فرضیت گفتین که چرا روزه فرض است، چون در قرآن آمده، آیه 183 بقره، همه شما شنیدین که خداوند بفرمایه کتب علیکم السلام، که بعد از او آیه 184 بقره، آیه 185 بقره و یا کلش عبارت از مسائل روزه است، فرضیت روزه به این ثابت شده. و بر علاوه از این که در آیت ثابت شده، امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خود احادیث صحیحه و برحال عمل پیامبر، زمانی که پیامبر وقتی که روزه فرض میشه مدینه منوره تشریف می آوردم، اینا مدت 9 سال متواتر روزه می گیرن. مدت 9 سالی که بعد از فرضیت روزه حیات داشتم، متواتر روزه داشتم. این دوام عمل پیامبر دلالت هم دلالت بر برالوزی که دلیل اول قرآنیست، این دلیل هم از جمله فرضیت روزه است. حالا میایم به این که وقتی که روزه می گیریم، چه قسم کدام ماه را بگیریم. ماه رمضان تعیین شده، چون در خود قرآن آمده شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. به واسه ماه رمضان ماه روزه است. چه قسم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. شما روزه بگیرین زمانی که ماه را میبینین و بعد از اون روزه را خلاص کنیم، یعنی عید فطر کنیم، بخورین زمانی که ماه شوال دیدیم. در اینجا البته در بین فقها و در بین مذاهب بعضی اختلافات هست. این اختلافات فروعات است، این هیچ وقت باعث دشمنی و چی شده نمیتونه، اجتهادات است و کلش زحمت کشیدن. البته در حساب ما و شما که امروز اکثری ما و شما پیرو خود مذهب امام اعظم رضی الله تعالی عنه هستین، در این جیب مشکل ما فعلا نداره، برای از اینکه دنیا بسیار گفته کوچک شده و همه چیز زود میرسه. مسائل استرانومی و دیگه و دیگه هم چی شده، مردم میرن چی میکنن در یک گوشه از جهان، یک مملکت مهتاب میبینن، بعد از خبر میدن و میتونن، بعد که وقت خبر دادن هر جایی که دیده شد کل جا سرش روزه فرض میشه. برای از این که همین موضوعی که به نام از یک جا که مهتاب دیدن جاهای دیگه هم سرشان لازم میشه، از نظر حنیفی ها به نام اختلاف مطالع میگن، یعنی افقها به هر جای فرق میکنه.
اما اختلاف افقها، اختلاف این چیزها در نزد امام اعظم رضی الله تعالی عنه شرط نیست. اما امام های مذاهب دیگه که بسیار هم بسیار مبارک هستند، بعضی باز میگوین که باید خود شما باید تحریک کنین برین رو چرا ببینیم، این هم کار خوب است. همین که خودتان هم برین، بر علاوه از این که برس کنین در امام مذهب ما اعظم باشیم، برین برای از این که ببینیم که ما رو ببینیم که ما رو دیدیم یا ندیدیم، این کار ثواب است. برای از این که هر قدمی که شما برمیدارین برای از این که ما عبادت خود بکنیم، در هر خطبه یا قدمی که میگذاریم مربوط به نیتتان است، اونمو یک ثواب دیگه زیاد میشه. کار بسیار خوب است. اما امروز مشکل به مسئله دیدن ما و دیگه و دیگه نمیداشته باشه. اما شرط وجوب روزه، وقتی که میگیم روزه به کی واجب است؟ شرط است برای کی لازم است؟ یک کلمه دیگه خدمت شما به عرض بستانیم که کلمه فرض و واجب در بسیاری مسائل فقهی و اینا یک جا استفاده میشه. مثلا حتی در کتب فقه حنفی هم میبینیم که میگه نماز واجب است، یعنی فرض است. دیگه مذاهب خوشتن در امام شافعی همین فرض و واجب یک چیز است. اما وقتی که میگیم واجب است فرض است، اما رو فکر کنیم واجب و فرض یک معنا داره، خلاص. و به کی فرض است یا به کی واجب است؟ شرایط داره، چند شرط داره. اول از اینکه اسلام. چرا اسلام؟ از خاطر از اینکه باز مثل عقیده ما بینم، وقتی که کسی عقیده نداشته باشه او عملش به درد نمیخوره، اونا به اصطلاح تشنگی و گشنگیش برش بیفایده است. دیگه عقل، یعنی کسی که عاقل باشه، دیوانه نباشه، یعنی دیوانه ای که چیزی رو نفهمه. البته ما از نظر تیپ سایکاتری میفهمیم که چند رقم چی داریم، یکی سفیه داریم، یکی به اصطلاح معتو داریم، یکی مجنون داریم. سفیه و معتو کسایی هستن که ما به شما میگیم منتال ریتاردیشن داره، یکی کم منتال ریتاردیشن داره، یکی به اصطلاح میدیمه، یکی پروفوند. پروفوند که میشه به اصطلاح اون شکل مجنون داره که چیزی نمیفهمه. ولی بعضی مردم درست است که میگن فلانی خدای نخواسته کسی رو میگیم که بیعقل آدم است یا این بسیار نمیفهمه، بیچاره مریض است، اما مکتب خوانده، عقل داره، کارهای خود میکنه، یک ذره به اصطلاح سلست. او رو نمیگم که باش کنیم که سر از روز چیزیست. البته منظور از این که عقل یعنی زوال عقل است که به هیچ چیز نفهم. مثلا یک کس الزایمر میگیره، الزایمر گرفت، زوال عقل داره، سرش روزه و اینا فرض نیست. دیگه چیزی که لازم است بلوغ است، بالغ شدن از نظر شرعی برای اطفال فقط احتلام است، یعنی وید داریم که میگن همه شما میفهمید که زیادتر در امریکا ببینیم که در بین 12-12.5 12-12.5 سال ایج زیادتر زود به چارچی میشن، کلان میشن. و در بین خود خانم ها و اینا هر وقتی که اولین چی خود دیدن به اصطلاح عادت ماهانه را که دیدن، اونو به اصطلاح بلوغش است. این چیزاست که روزه به سرش واجب میشه در صورتی که کدام عذر دیگه در اینجا نباشه، عذر مریضی و عذرهای دیگه که بعدا برای شما چی میشه. البته در اینجا یک شرط دیگر هم در کتابا نوشته میکنن که بو لازم نیست که قدم زر چی کنه، میگه که یکی از اون جمله علم و آگاهی است. چهارمش میگه علم و آگاهی است به این معنا که یعنی کسی که شرایط داره کسی بفهمه که روزه فرض هست، یعنی مسائل دین آگاه باشه. این زیادتر به این واسطه میگن که خصوصا در ممالک غیر اسلامی که کاملا مسلمان نیستن، اینجا مسلمان هاست که کنورت میشن، به اصطلاح چی خود عوض میکنن. تا زمانی که اون نفهمه که روزه سرش فرض است، برش بر کسی نگوه، نفهمه سرش فرض، شرط فرضیتش چی نمیشه. به اون واسطه است که کسایی که کنورت میشن اول سرشان بسیار فشار نیاریم که ای توکو ای توکو، آیسته آیسته هم مسائل دینی رو بگیم براد خوب نماز بخوان، آیسته برو وضو بگیر یا چی کنی، بالاخره آیسته آیسته او رو چی کنیم. اگه یک مرتبه سرش فشار بیاریم او میگه که اسلام چی رقم است که ما رو بخیر دست پای ما رو بسته کرد، خدای نخواسته. خب برشکر و حالا به سر از این میاریم که شما روزه داریم. روزه که دارین یکی مسئله نیت هست، ببخشید. شما که روزه میگیرین باید نیت داشته باشه. اصلا از نظر خود حنیفیان نیت قلبی هم درست است. به صورت قلبن شما که شو میخیزین
سحری میکنین یا سر شام آمدیم چای خود خوردیم تراوی خوردیم میگیم به قلبتان همیست که مثل با روزه میگیریم اونو منیتتان است. اگر فرض کنیم به زبان خود بگیم بایم کار مستحب است، بد نیست، ثوابتان زیادتر میشه. در غیر از اون سحر خیستن در حقیقت برای چی سحر میخیزیم؟ برای از یک سوا روزه میگیریم. همین واسه از حنیفی ها در مسئله نیت بسیار آسان گرفت. اما در مذاهب دیگه باز البته بعضی دلایل خوب دارن و دلایل دارن که ما نمیگیم که فرض کنیم اونام چی گفتن. گفتیم که این مسائل فروعات چیزای جزئی است که در بین بزرگای اسلام است، اونقدر قابل چی نیست که ما چی کنیم. و دیگه از جمله چیز شرایطی که شرط صحت روزه چیست که خیلی خصوصا در خانم ها در حالت عادت ماهوار قرار نداشته باشند و یا اینکه تولد بچه در اونجا مطرح نباشه. و یک چیز دیگه مهم نیست، مثلا جنابت مهم نیست. جنابت ببخشید دیگه با عرض معذرت همیشه ما مثال شرعی است باید بگویم. جنابت همیشه ما میفهمیم که فرض کنیم یک نفر جنوب میباشه یا اینکه دخو جنوب میباشه یا اینکه به اصطلاح شوهر زن و شوهر هستن. اگه یا صبح میخیزم و جنوب میباشن، اگه تا شام هم جنوب میباشن مشکلی نداره، روزهشان صحیح است. اما از این که غسل نکردن یا نماز را قضا کردن او حساب علایده است. چرا؟ هر چیز در اسلام یک ریکارد داره. اینجی به صلاح شما نماز میخوانیم ریکارد نوشته میکنم نماز خوانیم. این طرف فرض کنیم یک روزه میگیریم ریکارد روزه جداست، ریکارد دیگه فرض کنیم دیگه چیز جداست. این تو نیست که فرض کنیم شما بگیم که این نفر والا از خواب خیست و جنوب بود و امروز هم جنوب بودی روزش صحیح نیست. نه خیر، او حسابش او رو خدا او رو قسم حساب میکنه ای که به نیت خود روزه گرفته حسابش است. یعنی تو شرط نیست. این رو این واسه فقهاوینا در کتاب خود مینویسن. اما خود در مفسدات روزه، مفسدات روزه یعنی چیزایی که روزه رو فاسد میسازه. ما دو رقم فساد روزه داریم. یکی فساد روزه است که باعث قضای روزه میشه که باید همه دواره قضا بیاریم، دواره به جا بیاریم. و یک فساد روزه است که باعث قضا و کفاره میشه. کفاره در حقیقت یک جزایی است که تعیین شده. برای چی؟ برای از اینکه شما به احتری به احترامی کردیم در این ماه مبارک رمضان در گرفتن روزه. به همه واسطه است که کفاره روزه بسیار مشکل است و بسیار خود کفاره در حقیقت منای جبران هم منا میده. یعنی شما این کار میکنیم جبران او گناه خود میکنیم. و دو رقم است. اولی که چیزایی که روزه رو فاسد میسازه و قضا و کفاره هر دوش بی لازم است. عبارت از چیست؟ قصدن یک چیز رو میخوریم، میفهمیم که روزه هست و دیگه هم هست و قصدن میخوریم. وقتی قصدن یک چیز رو خوردین، خاک او باشه، چای باشه، نان باشه، هرچی که باشه خوردن که از گلون خود پایین شد، این روزه شما میشکنه. در پهلوی از این که باید او را قضا بیاریم، باید کفاره هم بده. و البته هر روزی که شما روزه رو میخورین، اگر کفاره، اگر فرض کنیم روزه به او کفاره میشه، باید او رو بر علاوه از این که کفاره روزه رو میدیم، باید همون روزه رو باز قضا بیاریم شما. بر علاوه از و یا این که غیر از خوردن و نوشیدن، یک شخصی به اصطلاح همراه فامیل خود روابط جنسی رو انجام داد، ای به صورت قصدی در حالی که میفهمه که چی هست در روز روزه، او باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که روزه میشکنه و باعث قضا و کفاره هر دوی چی میشه که جزای سنگین داره. کفاره رو بسانتر میگیم که چقدر از کفارش این چیزا. و اگر همی کارا را، همی مسائل را اگر به صورت نسیان فراموشی انجام داد، هیچ در روزش تأثیر ندار. یک نفر میبینیم سه ماه رمضان است، همراهش قسم دورتر ششته است، قرار نان میخوره یا چای میخوره، ای بعضی فراموش کرده در حالی که آدم خوب هم هست. اما طرفش میبینیم او برادر تو روزه است، او یادم نبوده، خلاص ای نرسیست یا چیز. اما در این جایی ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رحمت الله للعالمین است، یک توصیه دیگه میکنه. میگه کسی رو دیدیم که روزه رو میخورد به صورت سهوی، اگر آدم ضعیف و بسیار چی بود، هیچ چیزی برش نگیم، روزش کنه نمیشکنه، برای از این ضعیف بود. اما اگر یک جوان بود و چی بود اینا، او رو متوجه بساسه.
یعنی ببینید که ای از جمله خود رحمت و به اصطلاح چی الفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امتش است. به این سویه دیگه سه خب و یک سر مسئله خود مسئله خب مجبوریم که بگویم دیگه مسئله شرعیش ده مسئله خود مسئله جنسی گفت مسائل جنسی که باعث قضا و کفاره هر دو میشه روابط حقیقی جنسی است. بی‌معنا اگر یک نفر به همراه خانم خود به اصطلاح شوخی میکنه چی میکنه باعث از این میشه که به اصطلاح خراب شوه حسابش چون روابط حقیقی انجام نداده این قضا داره کفاره نداره. فرق این بسیار فرق داره. این چیزا اینا را متوجه باشه. دیگه چیزایی که روزه را معمولا نمشکنه حتی اینجی به خود کتاب های فقهی می نویسن که اگر به فکرم کدام انذار صورت میگیره هیچ بدون فعالیت دیگه اگر در فکرتان صورت میگیره او روزه تان نمشکنه. بینید مسئله خود قصدی و انتشنالی خود شما انجام میدین او بسیار مهم است. دیگه چیزایی که به اصطلاح شما میتونید در خود دیگه انجام بدین و روزه تان نشکنه. به طور مثال شما در روزه میتونید به اصطلاح فست یا خون بتین. خون به اصطلاح یک اصطلاح خوب داره. یک نفر به طور مثال خون ضرورت داره میخوایم که شما خون برش بدیم مسئله نیست. البته به نام رگ زدن یا فست یک حساب دیگه بود در طب قدیم اینا هر سال یک مرتبه کسایی که بسیار به اصطلاح قوی بودن و چی بودن رگای خود واز میکردن که یک مقدار خون بره و میگفتن که برای صحت و اینا چی داره. یا اگه حجامت یا کبنگ هم شما میتونیم در وقت چی و اینا در وقت روزه و اینا انجام بدین. اما به حساب غیبت اگر کس غیبت میکنه روزش نمیشکنه اما ثواب روزش کم بشه. برای بعضی مذاهب اینا میگن غیبت باعث شکستن روزه میشه. برای از اینکه حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که کسی که غیبت میکنه روزش نیست یا این رقم البته او برای توبیخ و برای از این که مردم غیبت نکنن برای چی نیست. و دیگه اگر فرض میکنیم یک بعضی چیزایی که با حالت دود است شما قصدن او رو میخواییم از او استفاده کنیم باعث شکستن روزه شما میشه اما چی نمیشه؟ قضا داره و کفاره نداره. مثل از اینکه شما یک چوبای انبر و خوشبو اینا رو دود میکنین در پهلوی استاد میشین که دود از این برسه این باعث شکستن روزه میشه. اما بدون قصدی اگه باشه اگه بخار اینا با چی میشه شما پهلوی یک نفر نشسته هستیم سیگریت میکشیم متوجه نیستیم دود سیگریت بدون از این قصد داشته باشین میره به اصطلاح شما تنفس میکنیم او پروا نداره. یگانه چیزی که در مسائل بسیار رور در خود در فساد روزه هم خود قصد خود شخص بسیار مهم. و شما اگر روزه داشته باشه میتونید فرض کنیم به اصطلاح آبازی کنیم شاور بگیرین یا بعضی حوزا و اینا بریم آبازی کنیم به اصطلاح گفته فارسی خارج آبتنی کنیم. اما اگر او به گوشتان میره دو حالت پروانه داره. اما خود فقهای حنیفی بعضی میگن که اگر شما او قصدن به گوش خود داخل کردین دو وقت روزه تان مشکنه یا دوا چکاندین به گوشان. اینجا یک مسئله دیگه است. البته در زمانهای سابق اگه پاوینا توابت و یا مسائل اینا بسیار پیش نبوده از خاطر از اینکه زیادتر کسایی که گوش درد هستن و اونا دوای گوش استفاده میکنن و گوش دردی برشان رخ میده بسیاری وقتا این پرده گوش سوراخ میشه. این پرده گوش یک پرده داره یک قسمت خارجی گوشه که به نام اکسترنا میگم میدیا داریم انترنا داریم. البته قسمت متوسطش یک پرده است که نمیمانه که مایع داخل شده که اون پرده مثل یک تبلوری آواز تانه به اصطلاح میرسانه به اعصاب شما میشنویم یک چیزی را.
اون وقت بسیاری وقتا امید التهابات گوش او پرده رو سوراخ میکنه. اگه او پرده سوراخ باشه شما به او گوش یا او پرتیم ای او میره در حلقتان. چرا؟ در بین خود گوش داخل گوش و تا حلقتان یک کانال است. یک کانال است که به نام استاخیان کانال میگن و او انتقال میده به حلقتان حتی قرط میکنه نمیفهم. از او واسطه است که ای رو گفتن که قطره چکاندن به گوش باعث چی میشه؟ باعث فساد روزه میشه. و اگر شما سفر میکنین یادتان است که وقتی که بینیم در تیاره میشین ارتفاع میگینیم یک ذره چی میشه؟ گوشایتان دب میشه. باز میگین ساجق بچه این که گوشتان خوب شوه. اما ساجق که میجیم اما کانار بین گوش و اوی پرده رو اینا واز میکنه که شما به اصطلاح امو دپی گوشتان از بین میره. برای از اینکه اگر ارتباط به اینا داشته باشه. دیگه مسئله به بینی انداختن دوا در بینی هم باعث فساد روزه میشه به حساب چیهای قدیمی به اسلام کلاسیک به حساب فقهای کلاسیک که نوشته کردن. دیگه چیزی که باعث شکست به اسلام شکستن فساد روزه البته یا کلش چی نداره قضا داره کفاره نداره. بعد هم گفتیم برای شما کفاره در مثل چیز بود قسطن خوردن قصدن آشامیدن و قصدن روابط حقیقی جنسی را انجام دادن. و اگر فرض میکنیم کسی بسیاری اشخاصی هست که به اصطلاح گسترو ایزوفیگل ریفلکس دارن به نام جی آر دی میگن شاید بعض داشته باشن که همیشه بالا میایی یک چیزی از چیشون اسید میدیشون زیاده بالا میایی در گلونشون. اما این باعث فساد روزه نمیشه. اگر بالا بیای خودش پایین بره و شما قصدن او را چی نکرده باشیم هیچ کدام مشکلی به روزه تان نیسته. و یا ای که استفراغ حالت استفراغ سرتان میایه و اگر مقدارش کم باشه مشکلی نداره ولی و اگر دواره پس به جای خود بره و شما او را قصدن چی نکرده باشیم و او روزه تان نمیشکنه. اگر شما به اصطلاح طلب استفراغ کردین بعضی مردم نمیگم که بچم کل کشه در دهانت پرد و که چی کنه و او دهانتان پر شد از چی اینا او باعث شکستن روزه میشه که البته قضا میاریم و چی نمیداشته باشه. دیگه به طور مثال یک نفر حال خون نیست وقت زمستان میباشه سر خود بالا میکنه سه قطرهای دهان قطرهای هم خود باران می دهانش میچه کویر قرط میکنه. این چون کالش قصدی انجام داده میتونست از این جلوگیری کنه باعث فساد روزش میشه. اما حتی در او حالت بعضی میگن که چی هم میشه چون خورده به اصطلاح قصدن نوشیدن شده کفاره هم همراهش داره خودش میکنه. دیگه دواهایی که میخورین او هم جای مثل غذا و نوشیده نیست. اگر کسی دوا میخوره هر دوایی که میخورین قصدن اگر بخورین او وقت است که چی میشه غذا و کفاره باعث شکستن روزه میشه و یا چی میشه. و یک چیزی دیگه که بسیار نوشته به این کتابا جالب است که نوشته میکنن خوردن گل سرشور شما در کسایی که در کابل و در افغانستان بودم نه گل سرشور بعضی عادت داشتن که بخورن نه اونو خوردن گل سرشور هم باعث چی میشه؟ فساد روزه میشه. و اگر دهانتون بسیار به اصطلاح لعاب زیاد لعاب میکنه هر دفعه که لعاب میکنه شما قرط میکنه مشکلی نداره. چیزی که از بیرون نیایه و همراه از او یک جای نشه او وقت است که اگر از بیرون همراهش آمد یک جایی کردیم و قرط کردیم او وقت باعث شکستن روزه و اینا میشه. دیگه مسئله کفاره روزه را خدمت شما بگیم که کفاره روزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طوری که خودشان گفتن باید کفاره که دو ماه اگر کفاره باشه دو ماه پی در پی باید روزه بگیریم همراه روزایی که قضا روزی که به اصطلاح روزه خوردیم همراه قضایش. اما این دو ماهی تو باشه که پی در پی باشه
اگر یک روزم میگم بین ازی فقها میگن اگر چی شد مریض شدین و یک روزه رو خوردین باز باید از سر شروع کنیم. بسیار کار مشکل است. غیر از خانما، خانما چون معمولا یک عادت مانه دارن برای از او معاف است چه دیگه. چیای زیاد است چون من تا برای ما گفتم 15 دقیقه وقت داریم. یک دو موضوع آخری هم خدمت شما بگم. کسایی که مریض هستن به مریضی البته جواز داره که فرض کنیم مریضی تا مریضی است. در هر مریضی نمیتونیم بگم که من مریض هستم باید چی کنیم. مریضی که باعث شدت مرضتان شوه، مریضی که باعث هلاک مثلی وجودتان شوه، مریضی که چاره نداشته باشیم باید یک دوای بگیریم چی کنیم، او وقت براتون چی میشه؟ باید میتونیم که روزه رو شما بخورین و روزی دیگر رو بگیرین و تا آمده که اگر میتونه فرض کنیم مریضای جزئی و بسیار ساده و اینا لازم نیست که شما چی بکنیم. بسیار موضوعات دیگه هم هست چون من تا 15 دقیقه آخره برای شما وقت دادم. گفتم کسایی که اگر سوال داشته باشن خدمت شماست. همین تو گفتن نیش؟ ادامه بدیم؟ خب، درباره مسافر، درباره مسافران هم چون این چه که در قرآن هم آمده که شما میتونین کسایی که سفر دارن شما روزه را در اون رخصت میگن. رخصت به این معنا که یعنی میتونین که روزه را بگیرین و میتونین روزه را نگیرین. اما حد سفرم تعیین شده که معمولا در اون 86 کیلومتر یا 80 کیلومتر نظر به اختلافی که میگن 50 مایل میشه 50 و چند مایل به این فاصله و اینا شما چی میشین. اما کسایی که میتونن در سفر مشکلی نباشه اگر روزه بگیرن بهتر است. برای از اینکه شما روزه که در ماه مبارک رمضان میگیرین اوف ثواب بسیار زیاد داره. از اینکه شما در سفر روزه را بخورین و یک جا دیگه بگیرین با ثوابش قضیه میگیرین کمتر است. و فعلا مشکل ما در مسافرت نخواهد داشتیم. مثلا مثلا شما بریم لس آنجلس، در بین راه لس آنجلس و اینا هیچ کدام مشکل نیست، موترش میرین کدام چی نداشته باشه. که اون سفرهایی که شدت و بسیار مشکل است که در سابق در خود با حیوانات سفر میکردن و جنجالا بود و اینا، اونا واقعا برای یک مسافر مشکل است. به هر صورت توصیه امین است که روزه رو بگیریم بهتر است. بعضی اشخاص هستن که کارشان به اصطلاح دم کار همیشه در سفر است. به طور مثال یک نفر از سان فرانسیسکو میخیزه میای به میره به خود سکرمنتو کار میکنه. هر روزی رفت آمد داره. اینو دیگه ما مسافر گفته نمیتونیم. حتی در خود نمازایی هم که میخونه به این رخصت نیست. برای از این کار همیشگی است. مسافر هموز که فرض کنه به صورت یک وقت به اصطلاح میخوای سفر کنه بدون از این که کار همیشگیش باشه. دیگه باید متوجه باشه. دیگه موضوعی از این که بعضی مردم مریض هستن، بعضی پیچکاری ها و بعضی دواها و اینا رو میخوان بگیرن. البته از نظر قانونی و از نظر خود فقهای قدیم، خصوصا خود ابن عابدین که از فقهای بسیار بزرگ است، میگه هر دوایی که شما اگه استفاده میکنین ولو خشک باشه ولو تر باشه که تغییرات در وجودتان بگذاره او وقت برای روزیتان مشکل. حالا ببینیم شما دواهای دارین، دوای پیچکاری دارین، زیر جلدی دارین، پیچکاری عضلی دارین، پیچکاری داخل ورید دارین، یا کلش از نظر ازیک ببینیم اگه تغییراتی به وجود میایه باعث چی میشه، باعث شکستن یا فساد روزه و اینا میشه. اما در این بعضی مجموعه های فقهی که در این سالهای اخیر اوجی فتوا دادن، در اونجی گفتن که پیچکاری هایی که تحت جلد زده میشه، مثلا شما انسولین میگیرین یا داخل عضله است یا داخل ورید است، اونا باعث باطل شدن روزه نمیشه. این البته فتوای جدید است. من یکی از این فتواها را در چی دیدم؟ در کتاب است که خود به نام صناعة الفتوا که یکی از شما آشناستن با ایشان، خود علامه عبدالله ابن بیعیر تعلیف کرده، در اینجا نوشته میکنه که مجمع فقه اسلامی که استاد فریدون جان بیشتر وارد هستن اونا به خال اروپا است، در اینجا بعضی چیزها را فتوا دادن که شما
میتونن که استفاده کنن. اما البته ما این چی رو نمیگم، ما به حساب کلاسیک گفتم بر شما از نظر خود فقهای حنفی، مثلا گفته که شما میتونین که قطره چشم استفاده کنین، قطره گوش استفاده کنین، و حتی گفته که در اینجا که بعضی دواهای زیرزبانی نایتروگلیسرینایی که برای امراض چی میکنن، یک نفر عمله قلبی میای زیر زبانش چون میگه داخل چی نمیشه، از زیر زبان جذب میشه، و یا یکی گفته میتونین که شما گاز اکسیژن استفاده کنین، و یا یکی میتونین که بعضی اسپریایی که هست، بعضی اسپری آلبوترول اینا که بعضی مردم چی می داشته باشن، تکلیف تنفسی می داشته باشن مجبورن استفاده کنم، ایره اجازه داده. البته مجمع علمی فقهای خود اروپا ایره گفته، و چندین چیز دیگه امیر اجازه داده کردیم میتونیم شما پیشکاری استفاده کنیم. اما از نظر خود حقیقی بگیم، کسایی که فرض کنیم مرض شکر دارم، همین شما میفهمید که دو قسم مرض شکر هست، یکی دیابت تایپ 1 هست که او به اصطلاح انسولین دیپندنت هست که باید همیشه انسولین بگیره، و یکی تایپ 2 است. کسایی که تایپ 2 دارن فکر میکنم اگر مشکل زیاد نداشته باشن برایشان روزه بهترین راست، هم وزنشان رو کم میکنه، هم به صحتشان بسیار خوب است، و اگر دواهایی رو میخورن که اونا جلوگیری از جذب چی بکنه، او رو میتونن عیار بسازن سرشان بخورن امرای سحری. دواهای خود امور قسم از میتونم از طرف شب بگیرن چون پیشکاری نمیکنن، هیچ مشکلی نیست. اما کسایی که به اصطلاح بسیار شدید یک چی دارن و میترسن، البته داخل مثال مریض میشه، کسی که مریض باشه خب خلاص دیگه، او کدام مشکلی نداره، میتونه که روزه رو مریضای مزمنی که هیچ علاج ندارن روزه خود میخوره، به او جواز داره، اما عوضش فدیه میده، به عوض هر روزش فدیه میده دیگه. این اعتبار مریضا و اینا نظر بیست که دکتر شما چی دستور میده که ای برای شما بسیار مضر است یا نیست، چرا بعضی مریضی هست که قدر چی نیست، اینا او مربوط به او چیزا شده میتونه. فدیه را شما میدانین که فدیه مثل صدقه فطر یا مثل سرسای روزه یا مثل صدقه روزه به همون اندازه است که یک نفر به اندازه دو وقت نان میتین، شکمش سیر میکنین، و به حساب کلاسیک باز میگم که دو کیلو گندم و چند صد گرام میشه. اما البته مساجد محترم ما و شما ماه رمضان تعیین میکنن، فکر میکنم بعضی وقتا $5 و $7 تا $10، اما از ما کسی پرسان میکنه ما میگیم $10 زیادتر، میگم ده کسی که مریضی بسیار مزمن داره که هیچ علاج نداره او فدیه میده، ماه مبارک رمضان فقط $300 فدیه خود بده و روزی خود به سلو نظر به یک مریض است میتونه خورده. و کسایی که این قدرت مالی رو ندارن، قدرت فدیه ندارن، در کتابای فقه میکنه فقط به پیش خداوند استغفار کنن، از خود خداوند به اصطلاح استغفار کنن که خدایا ما قدرت ما نمیرسه، ما را ببخش، درگاه خداوند درگاه رحمت است دیگه. این مسائل فدیه بود. یکی مسئله نماز تراویر که هم شما میفهمید و حاجت به چیست دیگه، مسئله اعتکاف است که اعتکاف هم یک عبادت بسیار خوب است در ماه مبارک رمضان، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز آخر مبارک رمضان اعتکاف میکردن در خود مسجد و اینا، و البته در مسجد میباشن، و مسئله مردانه خو کار مشکلی نیست، اما خانمان اینو پرسان میکنن که ما چطور اعتکاف کنیم. خانم ها هم خود کتب فقه میگه در خانه خود، اما خانه ای که برای نماز و جداگانه یک اتاق برای خود تعیین کنن، اونم اینجا بشینن نماز و روزه خود ادا کنن، اونم اعتکافشان است، اون به حساب میشه، کدام مشکلی نیست. اگه بدون عذر بیرون میشن یا میاین امرای قسم میکنن یا چی میکنن، اعتکافشان چی میشه؟ اعتکافشان باطل میشه. باز هر عملی که از نظر شرعی شما شروع کنین بعد از اون باطل کنین، بعد اون قضا بیار. به طور مثال شما استاد میشین دو رکعت نماز نفل میخوانیم، نفل گردنتون فرض هم نیست، میگم الله اکبر، استاد شدیم، نفل خواندیم، بعد از این رو باطل میکنیم. یک کس شما رو صدا کرد سلام میدین، چی میگی؟ اینمی رو باید دوباره، چون قصد کردیم باید دوباره قضا بیاریم. هر عملی که شما شروع کردیم به او
بعد به قضا بیاریم. برای از اینکه خداوند خودش میفرمه ولیوفو به نزوری کن به حساب آیت قرآن اینا. اگر چیزی که به سر شما نفلم باشه اگر شروع به او کردیم بعد و او رو باطل کردیم براتون فرض میشه. به یه حساب اعتکاف را کسی مشکنانه در حالی که سنت سنت مؤکده است از اعتکاف میبره باز باید گوره به اصطلاح چی کنه جبرانش بکنه به یک وقت دیگه. تو کدام سوال دارن؟ اعتکاف به ماه رمضان تن اعتکاف سنت به ماه رمضان است. یک اعتکاف واجب هم داریم. اعتکاف واجب به ماه رمضان نیست. یک نفر میگه که اگر خداوند کار مرا این کار انجام داد من برم اعتکاف میکنم برای چند روز. اونمو واسطه است که میره اونمو را بعد انجام بده این واجب میشه و غیر از ماه رمضان. اونمو اعتکاف هم در جای میکنه علما و اینا میگن که باید در همون روزه باید باشه میره دو روز یا سه روز که هرچی که نیت کرده باشه در همون مسجد اگه بتانه اگه نتانه در خانه در یک جای دیگه کسایی که مرد هستن در مسجد خانما در خانه خود اونمو قسم رقم اعتکاف رو ولی انجام میدن و خود شرایطش مثل شرایط اعتکاف ماه مبارک رمضان. یعنی اعتکاف ماه مبارک رمضان سنت مؤکده است. اعتکاف نظری واجب میشه یعنی بالاتر از چی میشه. برای از اینکه هر چیزی که شما به گردن خود گرفتیم نظر کردیم نظر واجب است باید که رو شما انجام بده. روزه باید بله بله روزه باید چون اعتکاف خودش در حقیقت چیسته یک مطلق اعتکاف است که انتو موقفین به مساجد و فقها و اینا زیادتر چی میکنن که باید همراهش روزه هم باشه زیادتر جمهورش. بعضی اشخاص هستن که به روزه رو گرفته نتانستن. اگر فرض کنیم برشان یک قضایی روزه باشه و او تا به آخر اومد برشان وقت روزه قضایی داشتن اما پیش از تا وقتی که اونا فوت میشن وقت داشتن که روزه رو بگیرن اما سلنگاری کردم نگرفتن. این حال بهترین را همیست که در زمانی که میخوان زمانی که حیاتشان خاتمه میاوه یک وصیت کنن که من اینقدر چی دارم. باز اون وقت است که عوضش خود ورثهش باز فدیه بده اما از ورثهش از طرف کسی روزه گرفته نمیتونه. شما هیچ وقت کسی عوض کسی نه نماز خوانده میتونیم نه روزه گرفته میتونیم اما دو کار کرده میتونیم. در عبادت مالی میتونیم که نیابت هست یعنی میتونیم کسی رو بگوییم که زکات مال مروته او کار کرده میتونه یا بر عوض مده حج برو مشکل داشته باشه این کار کرده میتونه. اما در نماز روزه نمیتونه کسی عوض دیگه نمازهای فرضیش انجام بده. اگر شما نماز نفل میخوانیم یک دعا میکنیم خدای ثواب رو فلانی داد اون مشکل علایده است یعنی مسائل فرضیت شما از جای کسی انجام داده نمیتونه. و کسایی که اگر فرض کنیم اون نفر همیشه روزه قضایی داشت تا زمان که حیاتش خاتمه میابه هیچ مریض بود نتانست که روزه قضایی خود بگیره او دیگه از گردنش خلاص است برای از اینکه وقت پیدا نکرده که قضای خود انجام بده. الحمدلله رب العالمین و عاقبت الامر و الصلاة و السلام علی خیر خلق سیدنا محمد و علی و اصحاب اجمعین. اللهم افتح لنا ابواب الخير والرحمه اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم وفقنا بصحبه سيد المرسلين في يوم الحشر صلى الله عليه وسلم.